صبتان بخیر باز هم به با ادامه برنامه حساب ها زندگی خوش آمدین گزارش زیبایی از هماین افغان از شهر مزار شریف با هم تماشا کردیم این برزا می کنم سال 1398 یک سال پر از سرسبزی برای افغانستان باشه بیاین از زمین امروز تصمیم بگیریم برای افغانستان برای سرسبزی کشور خود تلاش بکنیم و فرهنگ نهالشانی را در افغانستان نهادی نه بسازیم تا اینکه هر شهروند افغان هر کسی که در کابل زندگی میکنه در هر ولایت از افغانستان زندگی میکنه یک نهال را برای کشورش خرس بکنن در با فرهنگ نهالشانی میخوایم در این لحظات صحبت داشته باشیم و مهماندار هستیم مهمان ما هم محترم صالح هدفمند محصل رشته انجینری آب دانشگاه پلتخنیک کابل ما هستند خوش آمدین شما صحبتتون بخیر بنام یاد خدا سلام احترام دارم و به شما و بینندگان تلویزیونی خوبتان. تشکر خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین بیان از دیدگاه یک محصل انجینری صحبت بکنیم با دید شما فرهنگ نهالشانی و خود نهالشانی چقدر برای سرسبزی کشور و برای بقای یک کشور مهمه ښه په ما اگر بیا اهمیت سرسبزي او اهمیت موهیدزي مطالعه کونیم یو بسر یو واقعا یک نیاز مبرم در جامعه ما خصوصا در افغانستان و در شهر کابل است که ما دوچار آلودگی های بسیار هستیم و این آلودگی ها باعث امراض های مختلف شده در جامعه ما و این فرهنگ اگر ما خود ما چون این همه بستگی داره به تمام مربوط به میشه به تمام اقشار جامعه ما که ما باید در بخش سهیم باشیم و بتونیم از محیط خود حفاظت, کنیم تا یک زندگی سالم را داشته باشیم بسیار نقش مهم و اساسی داشته باشه در پنتون تکنیک رشته های رشته های مختلف یک رشته به نام منابع آب و محیط زیست است که ده. در اونجا بیشتر بخش محیط زیستی هم مورد مطالعه قرار گرفته میشه که چگونه میتونیم محیط زیست خود نگهداری کنیم و چگونه میتونیم که این محیط خود هر روز زیباتر و سبزتر بسازیم تا بتونیم یک افغانستان زیبا یک کشور سبز و دوره هوای خوب داشته باشیم تا بتانیم یک زندگی سالم را داشته باشیم در اونجا ما بخش های مختلف کار میکنیم که کوشش میکنن انجینر صاحب های هستن و استادای ما اشخاص مسلکی هستن که کوشش میکنن در این بخش چون کشور ما بر علاوه دیگه مشکلات و مشکلات های بسیار وجود داره اما ما تلاش ما این است استادای ما تلاش میکنه که با مو تحصیلات و مسلکی که ما داریم بتونیم در وطن خود خدمت کنیم و بتونیم که کمک حالا با وجود این همه هم اهمیتی که ما در راستای سرسبزی در افغانستان همیشه مطرح میکنیم و میدونیم که چقدر میتونه برای انسانها برای اکسیژنی که ما میگیریم برای که زنده بمونیم برای آبی که ما استفاده میکنیم و حداقل برای ازی ما بتونیم که آلودگی صوتی و آلودگی هوا را کاهش بدیم برای این سرسبزی نیاز داریم فکر میکنین چرا کمتر مردم ما به این سرسبزی توجه میکنن خب متاسفانه در کشور ما ما همه چیز بستگی دار وابسته می دانیم به دولت خود وابسته می دانیم به یک کس دیگه بر ما فراهم کنه اما در حقیقت را فکر نمی کنیم که محیط زیست و بعضی خصوصا نگهداری شهر و حفاظت از شهر و رعایت کردن حقوق شهروندی و بعض مسائل دیگر مربوط به تمام ما می و ما تمام شهروندان ما تمام اقشار ما مخ... از در هر سنینی که باشم مسئولیت داریم که از این بخش نگهداری کنیم اما متاسفانه در در کشور ما این فرهنگ شده که میگم ما به سرسبزی وطن خود سهم نمیگیریم سهم نمیگیریم و ما خاص ما است که دولت کلش سهم بگیره ما خود ما اگر به سرسبزی وطن خود سهم بگیریم و هر کس به توان خود ای سهم داشته باشه ما میتونیم که یک شهر زیبا یک شهر بدون از آلودگی داشته باشیم و یک شهر باشه که واقعا زندگی کردن در اونجا مال زد ببریم خیلی خوب حالا فکر میکنین که اینجا بیشترین نقش را کی ها باید به دست و عمل شوند دست به کار شوند تا اینکه ما بتونیم افغانستان و واقعا سرسبز داشته باشیم ما به باور هستم که همه افغان ها با همه افغان ها همه با هم اگر ما برای ترقی به خاطر سرسبزی و به خاطر یک آبادی و زیبایی کشور خود تلاش کنیم ای میتونیم بیشتر نتیجه بگیریم و میتونیم وطن خود را بسازیم ما دهی بخش در خصوص در بخش در سبزی وزارت های مختلف فعالیت میکنه ریاست محیط زیست است و وزارت زراعت است و ریاست سرسبزی سبزی است اینا فعالیت داشت می داشته باشه اما این بسیار خوب است که ما این فرهنگ نهادنه بسازیم و کوشش کنیم که خود ما سهم بسازیم همگام با دولت خود ما سهیم شویم تمام مردم ما وطنداران ما در این بخش سهیم شود که تا بتانیم که همه با هم بتانیم که شهر خود زیبا بسازیم وطن خود سبز بسیار حالا بیاین از جوانان بر ما بگوین اونایی که تحصیل میکنن اونایی که درس خوندن اونایی که مثل شما مشخصا روی این رشته کار میکنن چقدر شما میتونین در این راستا عمل کرد داشته باشین و تا حالا چه کارهایی را انجام دادین خوب ما در در کل یو ګروپ از انجنیران پنتون پول ټیکنیک کې در پنتون پول ټیکنیک یو تريننګ و یو پروژې بودن چې به همکاري یو کسفوراط خونه ها برگزار شوده بودن او در اونځه هر کس اعزای از, از معسلین یو پروژې را انتخاب آها. میکردن چې باید درو پروژه یکی از مشکلات جامعه و یکی از مشکلات شهر مورد بررسی قرار برد و اون مشکل که بسیار جدی هست و ما کوشش کنیم که اون مشکل را حل پیدا کنیم برشان هر کس پروژه مختلف را انتخاب کردن و گروپ ما و تیم ما یک پروژه را انتخاب کردیم ترویج فرهنگ نهالشانی هست و ما آغاز به کار کردیم و ای را شروع کردیم که خوشبختانه ما بسیار مورد استقبال جامعه و مردم خود قرار گرفتیم که در وزارت خانه ها در ریاست خانه ها که ما رفتیم بسیار ما بسیار از ما استقبال کردن و گفتند که ما شما را همکاری میکنیم و همچنان های خیر و بعضی کسایی بودند که واقعا کمک میکردند و علاقه مندی داشتند که ما برای سرسبزی محیط خود تلاش کنیم و گام برداریم تا یک زندگی خوبی داشته باشیم تمه ما و ازوی ټیم کې ازی متشکل از انجنیران پنتون پولتخنیك است ما یو پروژې را در یک از مکاتب دولتي کې در اونځه به تعداد بشتره 6000 متعلم مصروف تعلیم استان ما در اونځه تطبیق کردیم یک پروژې را کې ما چند دن ټونیول در اونځه ما غرس کردیم و ای کار با و خاطر ازی کردیم که ای گام باشه و پیام باشه بر تمام هموطنان ما که ما از خوش رو میکنیم و در سرسبزی وطن خود سهم هستیم و میتونیم که از خوش رو کنیم و ای هدف ما بیشتر تر چون ما فعلا یک پروژه رو تطبیق کردیم و ما هدف ما ای است که ما ای فرهنگ نهاده نه بسازیم که تمام هموطنان ما دیگه سهم شوه و همه سال ما بتونیم که در ولایت های دیگر در جاهای مختلف باشه چون فعلا پروژه اولی ما است و ما در مکتب دولتی که دولت توجه نداشته بوده و یا محیط سرسبز نداشته بوده ما بر در جنی حال غرص کردیم و پلانای آینده ماست ما که بیشتر در بخش بتانیم کار کنیم به خیلی عالی حالا مسئله ای که غرس نهال هست خوشحال هستیم که حداقل جوانا و کسایی مثل شما در این راستا سهیم هستین و تلاش میکنین بین از محافظت و مراقبت از نهال ها بر ما بگوین که یکی از مسائل هست که خیلی هم مهم است ما هر چقدر نهال غرس بکنیم ولی اگر مراقبت نشه باز هم نتیجه مثبتی نمیتونه داشته باشه گفتنیتون در این مورد خب شما قسم که شاید هستین سالانه در شهر کابل و بعد شهرهای دیگر ما نحاله به گونه تبلیغاتی هست یا به گونه رضاکارانه هست یا حسی که ما داریم در قبال حفاظت از محیط زیست حال غرس میکنیم متاسفانه بعد از مدتی خراب میشه نگهداری نمیشه حفاظت نمیشه آبیاری نمیشه ما شاید ازی بودیم و تمام رسانه ها شاید ازی هستند که حالا غرض شده و آبیاری نشده چی دولتی چی خصوصی اما پروژه که ما روی دست گرفته بودیم و این فرهنگ را که ما میخواهیم نهادانه تر بسازیم و خصوصا در بین جوان ها در بین محصلین و در بین تمام متنان خود مای است که ما حالا که غرض میکنیم در هر جایی که غرض میکنیم ما از اونها یک تعهد میگیریم که شما در حفاظت از م... حفاظت و مراقبت از نیال شما باید توجهی جدی داشته باشین تا بتونین که این کاری که ما انجام دادیم تا این باشه که بر نسل بعدی ما

خیلی خوب که هدفمند می‌خوایم ظرف 20 ثانیه پیام تا به مردم داشته باشیم پیام با ما به تمام هموطنان ما هستند که بیاین همه با هم در سرسبزی و آبادی وطن خود تلاش کنیم و هر کس ما سهم داشته باشیم در سرسبزی وطن خود تا یک شهر زیبا یک وطن زیبا داشته باشیم سلامت باشین خیلی هم ممنون تشکر از اینکه با صاحب زندگی تشریف آوردید سلامت باشین تشکر سپاس تین که شما هم تا این لحظه بینید صاحب ها زندگی هستید رسول خدا صلی الله علیه و سلام خیلی زیبا اگر روز قیامت هم برپا شد و فردی نهال میشونه پس نهال خود را بشونه و منتظر قیامت نمانه از اینجا میتونیم خیلی راحت بفهمیم که چقدر شاندن نهال از دیدگاه اسلامی هم میتونه جایگاه خاص خود را داشته باشه بینندی ساعت سوم برنامه ما باشین شما با خبره ساعت نه تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین